امروز در واشنگتن وزیر خارجه آمریکا هیلری کلینتون دیروز به ایران هشدار داد که اگر به اسرائیل حمله اتمی کند با حمله تلافی جویانه مواجه خواهد شد. کلینتون در برنامه خبری این هفته در شبکه تلویزیونی ABC همچنین گفت که برنامه تسلیحات هسته‌ای که گفته می شود ایران پیگیری می کند عواقب و تاوانهایی در بر خواهد داشت. کلینتون گفت فکر نمی کنم کسی در این مورد شک داشته باشد که اگر ایران به اسرائیل حمله هسته‌ای کند این اقدام یک حمله تلافجویانه در پی خواهد داشت. کلینتون همچنین گفت که اگر ایران دنبال سلاح‌های هسته‌ای است با این هدف که خود را امن‌تر نگه دارد آن سلاح‌ها در واقع عدم امنیت بیشتری به وجود خواهد آورد زیرا به مسابقه تسلیحاتی در منطقه منجر خواهد شد. فرستاده ویژه آمریکا به خاورمیانه جورج میچل امروز گفت پرزیدنت باراک اوباما خواهان برگزاری بدون وقفه گفتگوهای صلح خاورمیانه بین فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها درباره موافقت‌نامه صلح خاورمیانه است. میچل که رهسپار خاورمیانه است گفت هدف مذاکرات دستیابی به صلح جامع و عادی شدن روابط بین اسرائیل و همسایگان آن کشور است. نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو که از سوی آمریکا زیر فشار قرار گرفته تا نیت خود را درباره تلاش‌های صلح روشن سازد، دیروز گفت که هفته آینده نطق عمده‌ای درباره سیاست خود ایراد خواهد کرد و اصول نیل به صلح و امنیت از دیدگاه دولت خود را تشریح خواهد کرد. پرزیدنت باراک اوباما امروز متعهد شد که اجرای برنامه تامین مالی طرح‌های انگیزش اقتصادی را در 3 ماه آینده شتاب بیشتری ببخشد تا ظرف 100 روز آینده 600 هزار شغل جدید ایجاد کند و یا جلوی از بین رفتن مشاغل فعلی را بگیرد. دولت 10 پروژه عظیم را که با 787 میلیارد دلار بودجه انگیزشی مصوبه ماه فوریه کنگره اجرا می شود تصریح خواهد کرد. اوباما گفت برای احیای اقتصاد کشور باید راه درازی بپیماییم اما در مسیر درست پیش می رویم. برخی از جمهوری‌خواهان گفتند که مجموعه تدابیر انگیزشی اوباما جز فرو بردن کشور زیر بار سنگین‌تر حاصلی به بار نخواهد آورد. این خبرها و خبرهای دیگر در تلویزیون واشنگتن.com